الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه نجوم الاهتداء اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم خدمة خاهر برادر حمي بن عزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خداوند قدر من را متشكر و از این بار دیگر عمر را برای من شما ارزانی فرمود و توفیق آنایت فرمود تا در سلسله درس های زن در آینه ای اسلام قرار داشته باشیم و لحظاتی را پیرامون این مسئله بحث و گفتگو نماییم بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما نقش زن در کنار انبیا هست یعنی نقش زن در تاریخ بشریت در, در کنار انبیا علیه و السلام از اونجایی که گفتیم زن به عنوان نیمی از پیکر جامعه هست حتی بیشتر از پیکر جامعه را زنان تشکیل میدن چون بنابر اساس فطرت به خلقت الله تبارک و تعالی تعداد نفوس زنها نسبت به مردها بیشترند و مردها بیشتر در معرض خطر قرار دارند در معرض کشته شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن به اون لحاظ هست که بیشتر نفوس دنیا را اگر سرشماری بشه و دقت بشه احتمالا زنان تشکیل میدن و گفتیم که این مخلوق بزرگ خداوند جایگاه عظیمی را الله بر اینها قائل شده در کتاب خود در قرآن عظیم شن اگر کدام کوتاهی صورت میگیرد در حق اینها این تقصیر اسلام نیست این تقصیر ما هاست وگرنه اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیبی که هست از مسلمانی ما هست زن در کنار انبیا علیه و السلام نقش زنان در پهلوی این سفیران الهی چی بوده؟ در اول یک سوال شاید در ذهن برادران ایجاد بشه که اگر زن این همه مقام و عظمت می داشت چرا الله تبارک و تعالی از زنان یک پیامبر نفرستاد؟ چرا زن پیامبر نشد؟ و اگر در جوابش دقت بکنید انبیایی که با آن همه مقام و عظمت از جانب الله و رسالت مبعوث شدن پرورده دامان همین زن هستند یعنی انبیا هم با وجودی که از جانب خداوند به رسالت مبعوث می شوند از مقام والای برخوردار هستند یعنی بزرگترین مخلوق خدا در زمین هستند یعنی از بین انسان ها بزرگترین اینها انبیای الله هستند ولی همین انبیا در پهلوی زنان و در دامان زن تربیت شدند بزرگ شدند رشد کردند تا زمان بر رسالت مبعوث شدن زن و عنوان مادر هست چقدر مقام بزرگی حتی پیامبر هم معمور هست که باید با مادرش احترام بگذارد در برابر مادرش در حالی که انبیاء علیه السلام علی و سلام بالله بی حرمتی در برابر زنها نداشتند بی حرمتی به مادران نمی کردن. گستاخی در برابر مادران بعید است, بعید است از اونها ولی با موجودیت این انبیا هم معمورن و احسان به والدین و اطاعت از والدین در بسیار از مبارد به اول لحاظ است که اگر زن پیامبر فرستاده نشد ولی پیامبر از دامان زن بیرون شد نشأت کرد بزرگ شد اگر نظری در تاریخی انبیا علیه و السلام بیندازیم اونجا در میابید که در پهلوی پیامبران الهی نقش مؤثری داشتن زنها همسران اونها به همان لحاظ است که الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید همه انبیا ازدواج کردند رسولانی که ما فرستادیم اونها صاحب ازواج ذریه بودند صاحب تشکیل خانواده بودند چون زندگی بدون همسر حتی برای انبیا هم مشقت بار و مشکل ساز بود به لحاظ است اونها هم ازدواج کردند در پهلوی همسرانشان قرار گرفتند و این زنها در پهلوی آنها نقش مؤثری داشتند در مسائل رسالت در پخش و نقش رسالت در تطویق حدود الهی در اجرای خلافت الهی در زمین شما اگر در خلقت آدم نگاه بکنید طوری که در درس گذشته گفتیم حضرت هوا همسر آدم وسیله سکونت و آرامش آدم هست یار و یاور و همکار آدم علیه و السلام و هست مربی فرزندان آدم هست مربیان اساس بشر هستند بنیانگذاران بشر این نسل بشریت از اول از دامان اینها تربیت شروع شد و همچنان یک قدم پیشتر اگر بیاید نگاهی بیندازیم در تاریخ بقیه انبیا علیه و السلام در پهلوی اینها نقش زنان مؤثر بوده و زنان حضور داشتند در تمام عرصه ها و یک نکته دیگر که قابل ذکر هست که در ذهن بسیار از متاسف مردم ما قرار دارد و بسیار از مردم نادان ما بر این باورن فکر میکنن میگن زن وسیله شکست آدم بود یا زن وسیله شد که آدم علیه و السلام از بهشت بیرون بشود و یا این زن بود که آدم علیه و السلام را فریب داد الایاز بالله یک کذب محض هست اگر نگاهی در قرآن بیندازید الله تبارک و تعالی این دو فرد را دو شادوش یک دیگر خطاب کرده در هیچ جایی در قرآن ذکر نیست که زن وسیله سرنگونی آدم شد و یا این زن بود که وسیله خارج شدن آدم از بهشت شد و یا زن مقصر بود در پهلوی آدم نی بلکه هر دو اینها الله تبارک و تعالی اینها را با هم ذکر و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجك الجنه الله اکبر الله میگه ما گفتیم برای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت بی... بگذینید و در بهشت استقرار و آرامش داشته باشید در اونجا سکونت بکنید و کلا منها رغدا حیث شئتما و کلا منها رغدا همه سیغه هایی که در ارتباط با آدم و حواس تسنیه هست یعنی هر دوی اون را شامل هست بخورید هر از این میوجات بهشت ولا تقربا هذه الشجره هر دوی تان با این درخت نزدیک نشوید از این چیزی که الله ممنوع کرده نزدیک این نشوید فتکونا من الظالمین اگر نزدیک شدید از جمله زیانکاران میشه یعنی خطاب برای هر دو هست و وقتی که شیطان اونها را لغزاند و اونها مرتکب خطا شدن الله تبارک و تعالی به چه شکل زیبا بررسی میکند فازلهما الشیطان یعنی فازلهما هر دو تا شیطان لغزم تنها قضیه اینجا قضیه آدم نیست هر دوی اینها هستن چقدر ظلم است چقدر افکار است که امروز بعضی مسائلی در ذهن خود جا داده با چه شکل اونها را بروز می‌دهند فازللهما الشیطان عنها فاخرجهما، هر دو تا اینها بیرون شدند در نتیجه مما کان از اون چیزی که بودن؟ حتی اگر در داستان توبه اینها نگاهی بیندازید در قرآن الله تبارک و تعالی میفرماید قالا ربنا ظلمنا انفسنا قالا هردویشان گفتن یا الله ما ظلم کرد ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین قضی قضی هر دو هست یکی نیست که اینجا مقصر زن را بدانید و بخواهید که در او تقصیر ایجاد بکنید کوتاهی ایجاد بکنید امروز بسیار در ازهان مردم ما هست و بسیار میگوین این حرف را زن وسیله خروج آدم از بهش شد زن بود که آدم به شکست مواجه شد زن بود که آدم را فریب داد الایاذ بالله در حالی که در قرآن چنین چیزی به صراحت ذکر نیست بناا نقش زن در پهلوی انبیا علیه الصلاة و السلام نقش مهم داشت در مشورت در امور سیاسی نظامی در تطبیق و حدود الهی در تربیت در همه ابعاد زندگی اونها دو دوم زنی که در پهلوی پیامبر بزرگ الهی است یکی از پیامبران اولو العزم الله حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت هاجر همسر گرامیش در پهلویش نقش ای دارد در زندگی ابراهیم در مسائل زندگی حتی در مسائل عبادی امروز شما میبینید که نقش قدم هاجر سالانه سه میلیون نفر در مکه مکرمه ولو اگر رئیس جمهور باشی ولو اگر تاجر باشی فقیر باشی سیاه باشی سفید باشی هر کسی باشی باید در نقش قدم هاجر حرکت بکنی چقدر نقش مهم است الله اکبر باید اونجا بروید دنبال نقش قدم آن حرکت بکنید حضرت هاجر علیه السلام مربی و رشد دهنده پیامبران الهی از دامانش انبیاء الهی به دنیا آمدن و وسیله رشد اینها شد و شما وقتی امروز در مکه می روید در اونجا و صورت واضح و روشن چند میلیون انسان سالانه باید دنبال قدم هاجر حرکت بکند که قرآن چقدر این قضیه زیبا می فرماید این الصفا و من شعائر الله صفا و مروع شعائر الله هست یعنی هیچ گامی زن بر نداشته که مگر اینکه الله جل جلاله برش مزدیر انتخاب کرده اگر در راه مثبت بوده هدف داشته نیرومن بوده هدفمن بوده به خاطری هدف به خاطر رشد فرزندانش به خاطر برآورده کردن احتیاجی فرزندش حرکت میکند بین صفا و مروه قدم میزند به دنبال یک ظرف آب ولی الله تبارک به تعالی این قدم های حضرت هاجر و این زحمات هاجر را نادیده نمیگیرد و امروز برای انسان ها میلیون ها انسان میلیارد ها انسان در طول تاریخی مکه و مدینه وقت در مکه قرار میگیرد باید با نقش قدم هاجر حرکت بکند این بزرگترین افتخار است چقدر امروز دشمنان اسلام به گوش خواهرانمان میخوانند، حرفهای حرفای بیهوده میخوان منحرف بسازند زن باید دنبال مرد برود زن باید از مرد اطاعت بکند در حالی که نمیدانند خواهران عزیز اگر دقت بکنید هیچ کسی اعتراض نمی کند سه میلیون انسان دنبال قدم یک زن حرکت بکند آیا تا حال فکر کردید به این قضیه؟ تا حال نگاهی انداختید با این قضیه که سعی به این صفا و مروه در وقت حج این مال کی بوده اساس و بنیاد این از چه کسی گذاشته شده اینجا نقش قدمی چی کسی است که باید اینها حرکت بکنن ولی هیچ مردی اعتراض ندارد ما دنبال قدم زن حرکت بکنیم حکم الله هست برای هیچ زن و مرد مسلمان اجازه نیست وقت الله و رسول چیزی را فیصله بکند و بعد ای سرکشی بکند بگوید نه اینجا حق من پایمال شده و اینجا زن بر مرد برتری داده شده و اینجا مرد بر زن برتری داده شده نه هیچ مرد حق اعتراض ندارد وایت وقت در حج می رود بعد از تواف سعی به این صفا و مروه حرکت بکند ولو اگر رئیس جمهور باشد حتی انبیاء علیه السلام حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم و یک لک و چارده هزار صحابه وقتی که اینها حج میکردن حرکت میکردن نقش قدم زن چقدر نقش مؤثری داشتی نقش تربیت و همچنان اگر نگاهی بیندازید در زندگی موسی علیه السلام و السلام موسی پیامبری است که با چند تا زن در اطرافش بوده الله از یک مرد نام برده در کنار موسی، هارون برادرش دیگه از مرد نام نبرده که در کنار موسی استاد بوده با کمک موسی، با تعاون موسی، با همکاری با موسی علیه صلات و ولی چندین زن در رسالت موسی علیه صلات و و در برنامه های موسی علیه و و در کنار موسی علیه صلات و سلام خاطر حفاظت موسی علیه صلات و اینها تلاش میکردن مادر موسا یا خاله موسی همسر موسی علیه و السلام و سلام آسیه همسر فرعون کسی که وسیله حفاظت موسی و نجات موسی از دست بزرگترین جبار تاریخ و ستمگر تاریخ کسی که نعره انا ربکم الاعلا سر میداد این آسیه هست که موسی را حفاظت میکند رشد میدهد موسی بزرگ میشود با کمک آسیه با مادرش و بعد با همسرش که او را چقدر تعاون کرده زنها نقش داشتن در کنار انبیاء علیه و السلام و بزرگترین نقشی را ایفا می کردن زنها مرد دوشا دوش یک دیگر در کنار یک دیگر چون برای یک دیگر آفریده شدن به خاطر کمال یک دیگر آفریده شدن باید تلاش بکنن و همچنان اگر نگاهی بیندازید در زندگی انبیاء علیه و سلام زن و عنوان مشاور مشورت میدادند با انبیاء علیه و سلام شما اگر در داستان شعیب علیه السلام و سلام در قرآن نگاهی بیندازید اونجا در می که دختران شعیب هم حتی به عنوان مشاور شعیب بودن مشوره میدادند برای پدرشان داستانشان که در سوره قصص جزء 20 قرآن الله تبارک و تعالی مطرح کرده که وقت زمانی که موسی علیه السلام هجرت کرد به طرف شعیب تشریف بردن و اونجا دیدن که مردم گوسفندانشان را آب میدن کنار آب و دو تا دختر یک کنار استاده و موسی علیه السلام با اونها کمک میکنه تا گوسفندانشان را آب بدن وقتی اینها برمیگردن دختران و شعیب برای پدرشان داستان را بیان میکنن و حضرت شعیب درخواست میکند حضرت موسی علیه السلام و سلام را و اونجاست که دختران شعیب و ریش شعیب مشورت میدن الله اکبر یا ابت استعجر این خیر من استعجرت القوی الامین پدر عزیز من این موسا را به عنوان مزدور برای خود انتخاب کن چون هم آدم خوبیست قویست و امین چقدر جمله زیبا چون در مزدور گرفتن دو چیز شرط است از این آیت قرآن معلوم میشه وقتی میخواید مزدوری را انتخاب بکنید مراجعه بکنید با این مشوره بزرگ و این مشوره که در نتیجه کامیابی است موفقیت است نظر دو دختر هست دختران شوی علیه صلات و سلام برای پدرشان مشورت میدن یا ابت استعجر این خیر من استعجرت القوی الامین پدر موسا را به عنوان مزدور بگی تا مشکلاتت را رفع کند کار و روزگارت را رو بیابد و این آدم یعنی این موسا هم قوی هست و هم امین است یعنی نیرومن هست و هم امین و امانتدار هست در حق و فامیلی در خاندانت خیانت نمی کند به همین لحاظ است که اگر در قرآن نگاهی بیندازید الله تبارک و تعالی در بسیار از امور مسائل متقابل قرار داده مشوری زن با مرد و مشوری زن با مرد هر دو با یک دیگر باید مشوری متقابل داشته باشند مشوری پسر با پدر از پدر با فرزند در قرآن مطرح است شما اگر نگاهی بیندازید ابراهیم علیه السلام و سلام در حال که یک پیامبر اولوالعزم است ولی در قضایای مهم با فرزندش مشورت میکند يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت تِفْعَلْ ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين يعني باون قزية بزورك زبح إسماعيل پدر هست پیامبر هست از جانب الله ولی مشورت میکنه از فرزندش از نوجوانش نظر میخواد فرزندم خابي فانظر ماذا ترى بگو در مورد در مورد بمابده. چقدر امروز پدران متکبری داریم که در بسیار از قضایا با جهل حرکت میکنن حاضر نیست با فرزندش مشوره بکند در حالی که الله تبارک و تعالی را در متقابل قرار داده یک پدر در قرآن با فرزندش مشوره کرده برعکس یک فرزند با پدرش مشوره کرده دختران با پدر مشورت کردن پدر با فرزندانش مشورت کرده همش آیات قرآن هست اسقال قال یوسف لابیه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين الله أكبر يصف نوجوان جوان پدرش مشورت ميكون پدر چنين خواب ديدم مشورات پدر يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فرزند عزيزم خوابتان را و دخترانش اید برای پدرشان مشوره میدن یا ابت استعجر این خیر من استعجرت القوی الامین پدر موسا را مزدور بگیر برای خود این قوی هست آدم امین است شروط مزدور گرفتن در اینجا مطرح کردن شرط است انسان وقتی میخواه مزدور بگیره نگاه بکنه قوی باشه امین باشه خائن نباشه یعنی مشوره متقابل زن نقش مشورت داشت و حتی اگر نگاه بیندازید در زندگی بزرگترین و عظمترین پیامبران الهی جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و رهبرمان قائدمان سرورمان محبوبمان از بزرگترین قضیه تاریخی که پیامبر هرگز با او روبرو نشده بود با مشوره یک زن نجات پیدا میکند میدانید کدام قضیه هست؟ در صلح حدیبیه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه از مدینه حرکت کردن به قصد عمره با مکه بروند، ولی وقتی در حدیبیه میرسن کفار اونها را اجازه نمیدهند پیامبر صلی الله علیه و سلم قاصد روان میکند و اونها اجازه نمیدن میگن این سال اجازه نمیدیم سال آینده بیایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه میگه در همین جا هدیه هایتان ذبح برای حج رفته بودن خودتان رو حلال بکنید حجتان قبول هست بری سرهایتان رو بتراشید ولی یک فرد صحابه می کار انجام نمیداد سخت ترین قضیه تاریخی در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم است صحابه ای که به خاطر پیامبر جان میدادند مال میدادند از همه هست و نیستشان گذشته بودند ولی امروز در حدیبیه پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میده میگه احرامتان رو بشکنید ورید سرایتانه حلق کنید ولی یک فردم حاضر نیست انجام بده این قصیر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با تمام جگرخونی با غم و اندوه فراوان و داخل عریش و یا خیمه‌ای که برش تشکیل داده بودن تشریف میبرد با یک عالم از غم با یک دنیا از حوز چه شد؟ چرا اینها اطاعت نمیکنن؟ اینها که تا دروز جان میدادن مال میدادن امروز ما به اینها امر میکنم به اینها قبول نمیکنم چرا؟ میدانید در این قضیه بزرگ به این قضیه حساس یک فرد باعث نجات و برطرف کردن این غم میشود و آن هم زن هست حضرت ام سلم رضی الله تعالی عنها مادر مؤمنان تشریف میبرد در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم با یک ابتکار عمیق و یک مشوره بسیار بزرگی پیش می کند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول خودت برو سر حلق کن بتراش احرامت بشکن اینها همه به تو نگاه میکنن همه اینها فقط طرف تو میبینن وقتی خودت این کار را انجام دادی همه اینها انجام میدن یا رسول الله مشوره من این است مادر مؤمنان و عنوان مشاوری بزرگ در صلح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبول میکند نمیگه این مشوره یک زن هست من پیامبر الله هم از جانب الله دستور میگیرم یک زن چی کار با این مشوره تو کی هستی که با من مشوره میدی در قضایای سیاسی ولی قبول میکند وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع میکند با حلق کردن سر خود همه صحابه بلا فاصله شروع میکنند میگن سمعنا و اطعنا اطاعت میکنند پیامبر صلی الله علیه وسلم خوشحال می شود افتخار می کند با این مشوره بزرگ آیا شده تا حال ما و تو فکر بکنیم در حیات من، در زندگیمان که این زن ای قدر نقش بزرگ داشته در کنار رسالت انبیا علیه السلام, و در پهلوی آدم در کنار موسی، در کنار محمد صلی الله علیه وسلم در پهلوی شعیب در پهلوی ابراهیم نقش مؤثری ایفا کردن اینها بنا ان زن نقش عمده ای داشته در طول تاریخ بشریت و در کنار رسالت انبیا علیه الصلاه و السلام امیدوارم که الله تبارک و تعالی به ما توفیق عمل عنایت بفرمایه و از این درس استفاده درست بکنیم و ببینیم با فکر عمیق و درک دقیق فکر بکنیم این مخلوق بیهوده نیست ای نیست طوری که امروز ما نسبت با او برخورد میکنیم چقدر نقش عظیمی بازی کرده در کنار انبیاء علیه الصلاة و السلام چقدر کار بزرگ و مسائل بزرگی حل و فصل کردن اینها و عنوان مشاور و عنوان مربی و عنوان همکار در تمام قزایای زندگی و در تمام مسائل و ابعاد زندگی نقش داره الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق ملنات بفرماید از آن چیزی که گفته شد این بود درس امروز نقش زن در کنار انبیاء علیه الصلاة و السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته